توی شرایط خیلی عجیب و غریب داریم این لایو رو برگزار میکنیم و این دود آتیش هم که اشکمانه در میاره. دوستان خیلی زحمت کشیدن که ما بتونیم این شرایط چند دقیقه مزاحم شما باشیم. ما توی اسم گذاری، نام گذاری برای فرزندانمون، حالا اونایی که مذهبی هم، از اسامی مثلا اهل بیت استفاده میکنیم. چون یه بار میگی امام حسن، امام حسین، یه تعریفی از امام توی ذهنت میاد که حالا تعریفی که توی ذهن ما هست بیشتر بحث انسانیه، بحث اخلاقیاته. یه انسان های درجه یک توی اخلاقیات، آدم های کریم، آدم های اهل محبت، آدم های اهل گذشت، انسان های عالم، حکیم، آدم های دانا، آدم های دانشمند. این چیزا توی تعریف خود امام توی ذهن ما میاد. اما وقتی اسم یه بچه ای رو از اسم یک امام و اون مفهوم تبدیل میشه به یک اسم، اسمی که اون معنا رو با خودش نمیاره، اسم بچهش رو میذاره مثلا حسین، حسن، حسن. وقتی اینو علی صدا میکنه اون مفاهیم دیگه به ذهنش نمیرسه، بچه‌شو داره صدا میکنه. بچه میتونست اسمش یه اسمی باشه که اصلا اسم از مثلا حضرات معصومین هم نباشه، میتونست اسمش آرش باشه، اسمش مثلا چه میدونم، این اسامی که حالا رو بچه هست. آقا یه دوتا اسم غیر مذهبی بگید، اسم ایرانی بگید. پدرام، سهیل، پدرام، سهرام. حتی اسم غیر مذهبی نیست اینا ها، اینا بالاخره مفاهیم، هر اسمی که مفهوم درست انسانی داشته باشه مذهبیه. منظورم اسم غیر از اسم اهل بیت، همین سهیل، پدرام، نمیدونم اسامی اینجور. خب میتونست اسم این حسین نباشه، پدرام باشه. وقتی بچهشو حسین صدا میکنه یا پدرام صدا میکنه، اون وقتی که به مفهومش کاری نداره، حتی پدرامم وقتی به مفهوم پدرام کاری نداره، در اصل داره بچهش صدا میکنه. اصلا اون کلمه فقط حالت یک اسم خالی از معنا پیدا کرده، برای صدا کردنه، میخواد بچهش صدا بکنه. ببینید کلمات این، ببین یه وقت شما مفهوم رو اون زمانی که داشته یک کسی یک معرفتی رو به مردم انتقال میده، از یک مفهومی، یک کلمه ای رو استفاده کرده با یک مفهومی. همین چیزایی که ما الان بهش میگیم اسم الله، اسمای خدا. شما میگی خدا رحمانه، بسم الله الرحمن الرحیم، پرتکرارترین آیه قرآنه، 114 بار این آیه توی قرآن تکرار شده. حالا با منطق این یتیکش رو با منطق تشیع میگم دیگه، چون ما توی تشیع هر بسم الله رو در اول هر سوره آیه یک میدونیم، یعنی میگیم یه بار نازل شده. حالا فکر نمیدونم، من اهل سنت رو تا اونجا که عمومی تو ذهنمه اونا یه بسم الله برای فاتحه الکتاب میدونن، ولی ممکنه فرقه هایشون باشن که اونا مثل ما یه همچی اعتقادی داشته باشن. اصلا حالا چیز نیست، میخوام بگم پرتکرارترین آیه قرآن همین بسم الله الرحمن الرحیم. حالا با این توضیحی که بنده عرض کردم، زمانی که پیامبر میگفت رحمان، چه مفهومی تو ذهن مردم میومد؟ الان که رحمان تبدیل به یک اسم شده، چه مفهومی تو ذهن مردم میاد؟ چون تبدیل به اسم شده، اون مفاهیم عالی دیگه دنبال این کلمه نمیاد. میگه چی عرض میکنم؟ ببین اولین باری که بسم الله الرحمن الرحیم رو از دهان پیامبر شنیدن مردم، اگه سوال کردن رحمان کیه، رحیم کیه، مفهوم کلمه رحمان، مفهوم کلمه رحیم، یک توضیحی براشون داده شده که رحمان کسی که چجوری دستگیری میکنه از مردم. این رحمت، رحمت عام، رحمتی که پهن شده سفره‌ای که دست همه مخلوقات عالم رو گرفته، اصلا خلقت بر اساس این محبت شکل گرفته. و
وقتی میگه رحمان پیامبر، تمام این مفاهیم، حالا بعد راجع به رحمان مثلا کلی من بشم صحبت کنم که اصلا رحمان چه مفهومی، این میومده تو ذهن مردم. سوال داری؟ عادی ها ها نه منبر حکیم سوال میکنه. فکر کردم سوال سروش راستی، سروش هم اسم چیزی دیگه. ببین یه سروش به معنای بانگ نه؟ سروش؟ سروش فرشته الهی هم جبرئیله ها مثلا. یه معنای جبرئیل هم داره. آره سروش فرشته زرتشتی هست. فرشته زرتشتی هست. خب ولی وقتی ما تو رو سروش صدا میکنیم اون مفهوم تو ذهنمون نمیاد. مثلا من الان اصلا این رو نمیدونستم، من سروش رو با غریب اشتباه گرفته بودم فکر کنم، با ندا. ببین وقتی یک مفهوم تبدیل به یک اسم میشه، یواش یواش مفهوم گم میشه دیگه، اون میشه اسم. میگم سروش، الان من شما رو تا حالا هزار بار صدا کردم اما این مفهوم توی ذهن من نیومده، چون اصلا اون کلمه از اون مفهوم خالی شده، تبدیل شده به یه اسم دیگه. وقتی تو جامعه بیان میشه مفهوم رو با خودش نمیاره. وقتی یک معرفت تبدیل میشه به یک اسم، دیگه توان این که اون معرفت رو همه جا با خودش بیاره رو نداره. ببین تا قبل از این که اون معرفت تبدیل به اسم بشه، هر وقت گفته می شده همون معرفت تو ذهن مردم می اومده، همون معنا تو ذهن مردم می اومده. اما وقتی کلمه رحمان رو بچه هامون گذاشتیم، بچه تو صدا کردی رحمان، دیگه اون وقتی تبدیل به اسم شد، دیگه توان این که اون مفهوم رو با خودش بیاره رو نداره. و اون وقت اشکالی که پیش میاد چیه؟ اون کسی که گفته رحمان و اون مفاهیم رو در جامعه بیان کرده، دنبال چی بوده؟ دنبال تحقق اون معانی بوده، دنبال توجه به اون معانی بوده. بعد شما اون معنا رو تبدیلش کردی به اسم، یعنی معنا رو از دسترس مردم خارج کردی. حالا بازم میگن رحمان، بازم هر روز بسم الله الرحمن الرحیم میگن، روزی چند مرتبه مثلا اونایی که نماز میخونن توی سوره حمد بسم الله میگن، تو سوره مثلا قل هو الله احد میخونن تو نمازشون بسم الله میگن، نوشته میشه، قاب میشه، تو خونه هاشون میزنن، بالا سر ماشیناشون میزنن، آن شاید حتی به عنوان یک تعارف شده. میخوان غذا بخورن میگه بسم الله، بسم اللهی که سر سفره میگه یعنی غذا بخور، یعنی شروع کن. چه ربطی داره به اون بسم اللهی که پیامبر اکرم آورد که امیرالمومنین گفت همه قرآن جمع شده در این بسم الله؟ اون بسم اللهی که اون همه معنا رو در خودش گرفته، وقتی شد یک تعارف دیگه اون معانی رو دنبال خودش نمیاره. شما سر سفره به یکی میگید بسم الله، اصلا توجه به کلمه بسم الله میکنه طرف، شروع کن اون غذا رو، شروع کن. مثل اینکه میخواد جمعیت رو ساکت کنه به سر بار بفرستی، خود میگه ساکت. اونجا اصلا معنای صلوات نیست، توجه درونی به معصوم اتفاق نمیفته و این باعث میشه جامعه یواش یواش از اون معرفت دور بشه. ظاهرش هستا اما حقیقتش وجود نداره. بسم الله تو جامعه ما فراوون گفته میشه، تو روز در روز شاید ما هممون چندین بار این آیه رو به زبون بیاریم، اما اون مفهومی که پیامبر از بیان این آیه مد نظرش بود و میخواست اون مفهوم رو در ظرف این آیه به جامعه برسونه، دیگه الان اون مفهوم مورد توجه ما قرار نمیگیره، اصلا اون مفهوم از دسترس ما دور شده. یعنی شما تمام ظواهر دین رو تو جامعه داری اما ارتباطی بین این ظاهر و اون حقیقت وجود نداره، چون اون حقایق تبدیل به اسم شدن. شما میگی رحمان، مثلا شما نگو یک آیه قرآن اینه الرحمن، قرآن یه خاصیتی داره، یه وقت همه یه معناش در یک آیه بیان شده، یعنی یک آیه تمام معنای قرآن رو در خودش تونسته جمع بکنه. مثل همین که حضرت امیر یه روایتی منصوب به ایشون هست که میگه همه یه قرآن جمع شده در بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یه آیه است دیگه، تمام مفهوم قرآن تو یک آیه جمع شده. شما تو سوره الرحمن که یک سوره عجیب و غریبیه، نشون دهنده یک، یعنی کسی که این سوره رو بیان کرده، میوه وجودش شده این سوره، آدمیه که نخ زمان تو ذهنش کارایی نداره، عالم تو محضرشه.
یعنی انگار تو قیامت وایساده داره حرف میزنه، با اینکه در عالم دنیا بوده ظاهرا، پس معلومه از این مرزها دور شده بوده، این مرزها براش از بین رفته بوده، مرز زمان، مرز مکان، مثلا یعنی به حضور رسیده، عالم شده محضرش. چه میگه المؤمن ینظر به نور الله؟ خیلی سوره عجیبیه. بعد حالا اونجا میگه الرحمن، این الرحمن معناش چیه؟ و اون روزی که پیامبر میگفت الرحمن، چی تو ذهن مردم میومد؟ اونایی که آیه رو میشنیدن با این چیزی که تو ذهن ما میاد خیلی فرق میکنه. این چیزی که الان تو ذهن ما میاد با اون مفهومی که تو ذهن مردم اون زمان میومده متفاوت میشه. پس ببینید داستان چیه؟ مفاهیم دینی، معارف دینی وقتی جای خودشون رو کلماتی که اسم ببین، چون پیامبر وقتی میخواد یه معرفتی به جامعه بگی باز کلماتی که تو جامعه هست استفاده کنه دیگه، کلمه جدید که نمیتونی بیاری، کلماتی که تو مردم هست، منتها این کلمات رو بهش معنا میدی، بهش معنای جدید میدی، بهش معنای تقویتش میکنی، معناش رو اصطلاح سازی میکنی حتی خیلی وقتا واسه اینکه بخوای معرفتی رو برسونی به جامعه. خب تو اون زمان در اون برهه وقتی شما یک کلمه ای رو اون معناش رو توضیح میدی به جامعه، هر وقت اون کلمه از دهان شما بیاد چی تو ذهن مردم میاد؟ اون معرفت تو ذهن مردم میاد. اما به مرور زمان که از اون معرفت فاصله میگیرن و اون کلمه تبدیل میشه به یه اسم، یواش یواش دیگه زورش نمیرسه معنا رو با خودش همه جا بیاره. تو جامعه وجود داره ها، معنا همراهش نیست. برای همین که شما میگی بریم تفسیرش رو بخونیم ببینیم چی نوشته. مگه اون موقع زمان پیامبر مردم تفسیر قرآن میخوندن؟ مثلا وجود داشت مگه کتابی به اسم تفسیر قرآن؟ وجود نداشته. اینی که میشنیدن متوجه میشدن، چون در زمانی بودن که اون کلمه نماینده اون معنا بود، تبدیل به اسم نشده بود، از اون معنا خالی نشده. خب حالا داستان چی میشه؟ من میخوام به شما بگم ببین یه وقتایی به این معنا بی توجهی میشه و ظواهر دین در جامعه موج میزنه، اما ارتباط اینها با حقایقش قطع شده. مثلا که شما برید دکتر دارو برای شما بنویسه، نسخه‌رم برید بگیرید، اما این کپسولایی که میگیرید تمامش مثلا توی آرد نخودچی باشه به جای دارو، اون قرصا همش مثلا اسمارتیس باشه به جای قرص. داری قرص میخوری، داری کپسول میخوری، داری نمیدونم قرص جوشان میخوری، نمیدونم چی چیم، حالا داروهایی که میدن آمپول داده آب مقطره، مثلا این داروهای جعلی که چیز میکنه، اگه مثلا یه آمپولی قیافه شبیه همونه ولی میبینی مثلا یه اون ماده حقیقی نیست، یه چیز دیگه ایه. حالا اینا معمولا یه چیزای مضریه، شما فرض کن چیز مضر هم نباشه، آب مقطر باشه. آب مقطر رو به جای پیریسیرین به خودت بزنی که میکروب تو بدن رو بین نمیره، که عفونت رو بین نمیبره، که آنتی بیوتیک نیست دیگه، آب آب مقطره، میره توی رگ توی خونت دقیق میکنه خونت. اتفاق جامعه داره دارو میخوره، منتها چون ارتباط معنا با کلمه قطع شده، در اصل سر سفره پیامبر نشسته فکر میکنه مسلمانه، فکر میکنه دین داره، فکر میکنه سر سفره مناسکه، اصلا فکر میکنه داره قرآن میخونه، قرآن نمیخونه، ارتباطی نداره با اون معانی، داره یه سری کلمات بیمعنا رو میخونه که بعدم که میخواد معناشو بخونه اونی هم که ترجمه کرده توجه به اون معنای عالی نداشته. مثلا الرحمن رو یک کلمه ترجمه کردن، مگه شما میتونی الرحمن رو تو یک کلمه ترجمه کنی؟ وقتی همه قرآن تو این آیه جمع شده شما چجوری با یک کلمه اینو ترجمهش کردی؟ من با یک کلمه نارسا، من دیدم مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میگه رحمان لطف عام خداست به همه مخلوقات، رحیم لطف خاص خداست، این مال هر کسی نیست. مثلا بعضی ها میگن نه رحمان لطف عامه، مثلا که یکی از شما آدرس میپرسه شما بهش آدرس میگی، رحیم نه، میگه دستشو میگیرم میبرم دیگه. ته توضیحاتی که مثلا حالا توضیحات عرفی که دادم مثلا اینجوری توضیح کردم،
مثلا لطف عام محب لطف خاص. با اینکه شما تو ادعیه مثلا میبینی میگه و بالغافلین عن ذکره لرؤوف رحیم، اگه رحیم برای خاص بود، یه لطف خاص بود برای افراد خاص بود، این میگه که غافلین عن ذکرش رو نسبت بهشون رؤوف و رحیمه. چجوری میشه؟ با اون تعریف نمیخونه. ولی من میخوام به شما بگم اشکالی که میخوام، اشکالو میخوام بگم، میخوام بگم اشکال اینه که ما تو جامعهمون دین داریم و دین نداریم. دین داریم به این معنی که ظواهرش هست، مسجد هست، نماز هست، روزه هست، قرآن میخونن، اول جلسات قرآن میخونن، نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم تو ماشینا هست، تو خونه هست، بابا هست، توی عرفمون اومده شده، ضرب المثل شده، تیک کلام شده، تو عارفامون اسمای حتی ائمه رو بچه‌هامون است. حسن داریم، حسین داریم، چه می‌دونم حالا ما اینجا مرتضی داریم، حسن داریم، نمی‌دونم حسین داریم، اسمای اینجوری داریم دیگه. خب تو هم مثلا جمعای خودمون الان همینجا بچه‌ای که با ما حسن مثلا اسمای اهل بیت داریم، ولی خبری از اون معانی نیست. اسمای بی‌مسماه. حالا صدام دیوارش کوتاست میگیم، همه میگن صدام هم اسمش حسین بود، والا اسم امام حسن چه ربطی به امام حسن داره؟ چه ربطی به حسن؟ حتی به معنای حسن، نیکوی بزرگ، لطف بزرگ، نیکوی بزرگ داره. چه ربطی داره به ما؟ به من چه ربطی داره؟ و وقتی شما منو صدا میکنی داری این جسم رو صدا میزنی، ربطی به اون معنا دیگه نداره. ببین کلمه هستا، مثل این که مثلا میگم مثلا اتوبان تو تهران، اتوبان شهید همت، چه ربطی به شهید همت داره؟ شما میگن اتوبان همت، یاد مثلا یه انسان فداکار، مهربان، محبوب، سخت کوش، اینجوری میفتی؟ نه، اتوبان همت یاد ترافیک میفتی، یه اتوبانی که همیشه ترافیکه، ساعت عمرت اونجا توی این خیابونه، توی این اتوبانه با این ترافیک سنگین تلف میشه، و دنبال یه راه در راهی هستی که یه راهی بری که غیر از این مگه تو ذهنتون میاد؟ ببین شما وقتی اسم یه اتوبانو گذاشتی شهید همت، ظاهرش اینه که اسم یک شهیدی اینجا هست، ولی چون این اسم ربطی به اون رسم نداره، اسم هست رسمه نیست. آفتش چیه؟ آفتش اینه که تو فکر میکنی شهید همت زنده است تو جامعه، ولی میبینی زنده نیست. منظورم معرفتش ها، یادش ها. میگه دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبایی به تنها کسی که هیچ ارتباطی نداره علامه طباطبایی. اسم اون آدم هست ولی رسمش نیست. مثلا اونجا چیه؟ یه دور المیزان میخونه هر کی میره تو علامه طباطبایی؟ چه ربطی داره به علامه طباطبایی؟ شما وقتی اسم طرفو میذاری دیگه کسی دنبال رسمش نمیره، میگن هست دیگه، فکر میکنن یاد طرف زنده است. اتفاقا برای اینکه رسم کسی رو فراموش بکنی، اسمش رو بزرگ کن، رسمش فراموش میشه. بوستان نهج البلاغه، ربطی به نهج البلاغه داره؟ چه ربطی به نهج البلاغه داره؟ ببین واسه کسی که عذاب وجدان گرفته که آقا ما از این حالا نهج البلاغه هم الان من دیدم، میگه نهج البلاغه امیرالمومنین رو بخونید. نهج البلاغه برای امیرالمومنین نیست، اینو سید رضی جمع کرده، کلماتی منسوب به امیرالمومنین رو در این کتاب جمع کرده. اون که میگه برید نهج البلاغه یعنی با امیرالمومنین ارتباط بگیرید. بالاخره یک چیزای حضرت امیر به ما رسیده که ما مطمئنیم که مثلا مال حضرت، مثلا مناجات شعبانی یا چیزای دیگه. عرضم اینه، شما وقتی یک معرفت رو تبدیل به اسم می‌کنی، از طرفی خیالت راحته که اون معرفته هست، چون اسمش هست دیگه، هی سر زبون هست. کجا میری؟ میگه از همت بنداز بریم سیاد شیرازی رو برو بالا، پر از اون جنوب به شماله، اون شرق به غربه. خب چه ربطی سیاد شیرازی به سیاد شیرازی؟ اتوبان سیاد شیرازی چه ربطی به سیاد شیرازی داره؟ یه وقت شما دنبال معرفت سیاد شیرازی هستی در جامعه، اتفاقا با این نامگذاری جامعه از سیاد شیرازی دور میشه، چون خیالش راحت میشه که اسمش هست ولی رسمش وجود نداره. اسم نهج البلاغه هست، بالا نهج البلاغه خبری نیست اونجا. اسم همت هست، از همت اونجا خبری نیست. الان تو جامعه ما میگن قرآن، دیدی مسابقات قرآن میذاشتن؟
قرائت قرآن هم حفظ قرآن چیه قرآن؟ خب این چه ربطی به قرآن داشت؟ وقتی از قرآن رو تبدیل کردی به یه سری کلمات و به بچه میدی حفظ میکنه بدون توجه به اون معانی، انگار یه سی دیه. انگار مثلا دیدی رادیو ضبط رو روشن میکنی قرآن میخونه، وقتی من قرآن رو فقط حفظم کلماتش رو و با اون معنا ارتباطی ندارم و از اون معنا آگاهی ندارم، منم اون ضبط صوتم متو ضبط صوت گوشتی، ضبط صوت زنده، اون کلماتو میگم، ارتباطی با اون کلمات ولی من ندارم. بعدیش میدونید چیه؟ که فکر میکنیم قرآن هست ولی نیست، اسمش هست، اسمش هست، رسمش نیست، حقیقتش وجود نداره. این بلایی که سر دین آوردیم، یکی از بلاهایی که سر دین آوردیم اینه که نماز هست ولی نماز نیست، تبدیل شده به یک عادت، به یک چی بهش میگن، یه عذاب وجدانی. شما کمترین کلمه واسه که این معنا رو بفهمی مینه دیگه. قرآن میگه که استعینوا بالصبر والصلاة، یعنی زمان پیامبر انرژی میخواستن بگیرن نماز میخوندن، الان نماز خوندن از ما انرژی میگیره. دقیقا عکسه. یعنی اونجا بهشون میگه، من نمیدونم اینا چه نمازی میخوندن که وقتی میخوندن با نشاط میشدن. یعنی اگه خسته بود، اگه دل مرده بود، اگه حالش خوب نبود، اگه کلافه بود، دو رکعت نماز میخون حالش خوب میشد. الان میگه نماز تو خوندی، میگه حال ندارم. چون نماز خوندن الان حال میخواد، چون انرژی ازت میگیره. یعنی با حال خوب ممکنه بیای مسجد، با حال بد برگردی. با اینکه عکس اینه. ببین مسیج که تو به انرژیزا انرژی بدی، اون قرار شد به تو انرژی بده، نه تو به اون انرژی بدی. شما یه انرژیزا بخوری، معدت هم کلی انرژی صرف کنه که اینو هضم کنه. یه جوکیه خودش. یه حالا یه دکتری از این طب، من این چیزا سر در نمیاد، تخصص من نیست. بعد گفت که مثلا بعضی از محصولات لبنی میگن کلسیومش بالاست. بعد ایشون مثلا میگفت که اتفاقا برای هضم مثلا فلان محصول لبنی بدن به کلسیوم نیاز داره. شما داری اونو میخوری که کلسیوم به بدن اضافه بشه. بعد اون بنده خدا یه دکتری بود، میگفت که اتفاقا بدن واسه اینکه این محصول لبنی یه محصول خاصی اینا بدن چیه، اتفاقا برای اینکه اینو هضم کنه نیاز به کلسیوم داره. چون حالا کلسیوم داخل اون بهش کمکی نمیکنه، هنوز نیومده بیرون، که بعد یه جای کلسیوم بیاره اینو هضمش کنه. بعد خود اون دکتر میگه خودش یه آسیبی میزنه. حالا چیزای پزشکی تخصص من نیست، به عنوان مثال دارم میگم، شاید مثالش رو بخوام بگم. من یه فلان محصول لبنی میخورم کلسیوم اضافه کنه، تازه برای هضمش بدنم کلسیوم نیاز داره. که حالا آیا حالا این ماده درستی باشه یا نه، اون میزان کلسیوم که مصرف میشه برای هضمش بیشتر اگه از کلسیوم باشه که داخل خودشه، این نقض غرض میشه. من یه چیزی خوردم مثلا استخونام قوی بشه، تازه میخورم استخونامو ضعیف میکنه. این حالا چیز نیست، بحث علمی نیست، من دارم مثال شاهد مثال میخوام بگم. خب بهار آمد که غم از دل برد، غم در دل افزون شد. قرار شد نماز انرژی بده، داره انرژی میگیره. کلمه الرحمن باید ما رو به اون بی نهایت الرحمن وصل میکرد. چون شما یه چیزی هم حواست باشه، صفت اگه اطلاق نداشته باشه دیگه صفت نیست. یعنی چی؟ کسی که جلو مهمون مؤدبه این آدم مؤدبی نیست، این آدم مردمداریه. چون جلو مهمون مثلا حرف رکیک نمیزنه، مردمداره. وگرنه آدمی که عفت کلام داره اونیه که تحت هیچ شرایطی حرف بیرم نمیزنه. مردم داری با مؤدب بودن فرق میکنه. طرف چه میدونم مثلا برای مهمون ولخرجه. من دیدم آدم هایی هستن جلو مهمون خرج میکنن، اما به زن بچه خودش خرج نمیکنه. این آدم سخاوتمندی نیست، این آدم مهمون نوازیه. سخاوتمند نیست، مردم داره. حالا آخه بتونه مردم یه دیسیپلینی برای خودش، یه ویترینی برای خودش داشته باشه. وگرنه آدم کریم همه جا کریم باشه، نمیشه اینجا کریم باشه اونجا کریم نباشه. سیاست به خرج نمیده تو کرم، که کریم کریمه همه جا اینجوریه. صفت اگه بخواد صفت باشه باید مطلق باشه که بهش بشی بگی صفت، و الا ترفنده. و
بله دیگه اون صفته نیست، یه چیز دیگه است، از بیرونه، از درون نمیجوشه. حالا مردم اون روز میگفتن الرحمن، یک حقیقت مطلق رو میفهمیدن. ما الان حقیقت مطلق نمیفهمیم ازش. ما حتی خدای ذهنمون مقیده، یه جا خوبه یه جا بده، یه جا مهربونه یه جا مهربون نیست. یعنی ما حتی اون صفت رو درک نمی کنیم از این کلمه الرحمن نسبت به ماها، ولی نسبت به دیگران نه 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 دیگه اونجا الرحمن نیست، نه با ماها. ما مثلا یه جوری صحبت کردیم میگم مثلا بهش مال ماهاست، فقط هم چند نفریم بهش مال ماست، بقیه مخلوقات عالم الان 7-8 میلیارد جمعیت رو کره زمینه، از نظر بعضی از مسلمان ها فقط فرقه خودشون میره بهشت، این که حالا اگوشم بیافته طور نیست، فقط فرقه خودشون میره بهشت، فرقه های دیگه بهشت هم نمیرن. یعنی مثلا این 7-8 میلیارد رو حساب بکنی، همون مثلا چند میلیون خود اینا مثلا برن بهشت، بقیه هم میرن جهنم. خدا الرحمن مال اینا، خدا بخشنده است مال اینا، خدا مهربون مال اینا. برای بقیه اینجوری نیستش که، مور عماس میکنه جای دیگه، مور از ماس میکشه جای دیگه. یعنی حتی صفت رو هم این همسایه هامون خیلی دیگه دارن شما باش با یه ذره مراد ما رو بکنید. آره حالا من حرفم اینه، بس فکر کنم بسه ها، سوالی پیش نیومد، حل مطلب خوب بود، خوب بود آقا. اوکی خوشحال شدید، انشاءالله شب جمعه است، شب رحمت، انشاءالله برای همه گذشتگان، هرچی خدا به خوبانش از اول عالم عطا کرده امشب به همه انشاءالله مخلوقاتش عطا کنه.